توافق هسته ایران و قدرت‌های بزرگ این امید را ایجاد کرده که اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن این توافق، به ویژه پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی، از بستر مشکلات کنونی عبور کرده و دورانی از شکوفایی را تجربه کند. امیدی که حتی برخی از همکاران رئیس جمهوری معتقدند امکان پذیر نیست و ایران در آستانه ورود به دوران یک رکود تورمی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته اعلام کرد که دولت او به زودی از یک بسته اقتصادی رونمایی خواهد کرد. وی تصریح کرد بر اساس این بسته جدید می‌خواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم. آیا دولت ایران از توان لازم برای اجرای چنین برنامه‌ای برخوردار است؟ و مهمانان افق، آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان، آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان و همکارم آقای جواد کوروشی روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی از رادیو فردا. با سلام به هر سه میهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای خاوند اجازه بدین بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که آقای روحانی میگه از بسته جدیدی رونمایی خواهد کرد، اما پیش از این مرحله این انتظار وجود داشت که پس از توافق هسته‌ای بازار به مفهوم عام به کلمه که در نزد افکار عمومی به این توافق روی خوش نشون بده و این به ویژه بعد در سالهای پس از انقلاب با تجربه هایی که نظیر جنگ وجود داشته و پذیرش قطعنامه در دلار، در کاهش قیمت دلار نشون داده میشه. چرا بازار واکنش نشون نداد به این حادثه؟ میشه به نوعی از یک پارادوکس یا تناقض صحبت کرد در مقابل امیدهای خیلی زیادی که به وجود آمده بود بر سر این که گفتگوهای هسته‌ای به نتیجه مثبت برسه و زمینه لغو تحریم‌ها فراهم بشه از یک طرف، و اینکه بازار زیر تأثیر این خبر مسرت بخش به جنب و جوش بیفته و چرخ فعالیت اقتصادی از نو به حرکت در بیاد. این اتفاق نیفتاد و دلیلش هم میشه گفت اصولا ما میتونیم بر سه نکته تأکید بکنیم. دلیل اولش این هست که به هر حال هنوز فرایند لغو تحریم ها آغاز نشده و تحریم ها به همون شکل گذشته کماکان ادامه داره، هم در مورد صادرات نفت و هم در مورد بازگشت دارایی های ارزی ایران و به خصوص در مورد مبادلات بانکی و مالی بین ایران و خارج از ایران. عامل دومش این هست که به هر حال بازار جهانی نفت به شدت سقوط کرده و قیمت نفت کم شده، حدود نزدیک به 55 تا 60 درصد کاهش قیمت ما داشتیم از جوان سال گذشته تا الان، و به همین علت اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدیدی که به نفت داره طبعا از این مسئله تأثیر پذیرفته. و بالاخره عامل سومی هم هست و اینکه بخشی از مصرف کنندگان و همینطور سرمایه گذاران ایرانی منتظرند که فرایند لغو تحریم واقعا آغاز بشه، و مثلا فرض بکنین برای خریداران خودرو این امید به وجود آمده که شاید بتوانند با آغاز رفع به اصطلاح تحریم به خودروهای بهتری با کیفیت بالاتر دست پیدا بکنند و به همین علت خرید آقای دکتر خاوند این انتظار میتونه این حالت صبر و انتظار در واقع باعث شده که تشدید بشه رکود و تقاضا پایین بیاد. بله، میخواستم عرض بکنم که آیا این انتظار میتونه یکی از دلایل اصلی رکود باشه در ایران؟ یکی از دلایلش هم همین انتظاره، همونطور که عرض کردم. البته اون دلیل دیگه‌ای رو هم که قبلا حضورتون عرض کردم باید به حساب آورد. در مجموعه این عوامل هست که اجازه نمیده که این چرخ فعالیت اقتصادی راه بیفته، ولی بعداً حضورتون عرض خواهم کرد، البته فرصتی پیش خواهد آمد، به خصوص بر این نکته انگشت باید بگذاریم که رفع تحریم ها به خودی خود البته مؤثر هست، ولی آنطوری که باید و شاید نمیتواند سرنوشت اقتصاد ایران رو عوض بکنه، و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران نیاز هست به انجام کارهای دیگری و گرفتن ابتکارها و تصمیمهای دیگری. ممنونم. آقای کوروشی از شما بپرسیم، آیا اقتصاد ایران از ساختارهای لازم برخورداره که با این تحولات مثبت برخورد بکنه؟ خب طبیعی که این لغو تحریم ها یا بحث لغو تحریم ها
یک تأثیر مثبت بر روی رفتار فعالان اقتصادی در جامعه داشته، منتها این درگیری هایی که بر سر تصویب برجام در مجلس پیش اومد یک نوعی این شک رو به وجود آورد که گویا هنوز قضیه روشن نیست. بنابراین اولا خود این خبر این که تحریم ها لغو میشه خب تأثیر داشت، منتها تأثیرش با حالتی انتظارآمیز همراه هست، به دلیل اینکه همطور که آقای خاوندم گفتن هنوز معلوم نیست که این تحریم ها کی لغو میشه، در چه زمینه هایی لغو میشه و کی تأثیر واقعی خودش رو بر روی اقتصاد ایران میتونه بذاره. منتها حتی اگر فرض بر این بگیریم که این تحریم ها هم همانطور که پیش بینی شده لغو بشه، چون ساختار اقتصاد ایران ساختاری هست که با مشکلات زیادی روبرو هست، خود این لغو تحریم ها هم نمیتونه اون تأثیر ناگهانی و عمیقی داشته باشه که بتونه اقتصاد ایران رو در واقع به حرکت بیاره. حالا اگه وقت شد در مورد مشکلات ساختاری هم میتونیم صحبت کنیم. اگر به یکی از مشکلات ساختاری بخواین اشاره بکنید، از چی نام میبرین آقای کوروشی؟ مشکلات ساختاری ایران در واقع بعد از 36 سال یا 37 حدود 37 سال از انقلاب ایران میگذره، هنوز در واقع در درون کادر رهبری سیاسی جمهوری اسلامی الگوی توسعه تعریف نشده و در حقیقت ما میبینیم که تفاوت نظر بین رهبران عمده جمهوری اسلامی وجود داره، بین دولت و رهبر جمهوری اسلامی. و این نامه چهار وزیر اقتصادی رو در واقع به نظر من میتوان نشانی از درگیری های شدید پشت پرده بر سر الگوی اقتصادی نام برد، چون این نامه با اطلاع آقای روحانی نوشته شد و در بیرون منتشر شد و میخواست نشون بده، این در واقع برداشت من، میخواست نشون بده که ما این وضعیت اینطوری داریم ولی مشکلاتی جلو این راه هست که ما نمیتونیم کاری بکنیم. این یکی است. در هر حال بخش سلطه شدید دولت بر اقتصاد، سلطه سازمان‌های مذهبی و شبه مذهبی و شبه دولتی بر اقتصاد، تأثیر و نفوذ نهادهای نظامی در اقتصاد و امکاناتی که در اختیار دارند که از این مؤسسات و نهادهای تولیدی و خدماتی که در اختیار این نهادها هست چیزی نصیب دولت نمیشه. ممنونم. آیه دکتر خاوند، شما اشاره کردیم به کاهش قیمت نفت که در واقع درآمد اصلی دولت ایران هست و با توجه به این که اگر که این درآمد کاهش پیدا بکنه و افزایش تولید هم حتی تأثیری در میزان اون نخواهد داشت، بنابراین رفع تحریم ها چگونه ممکنه که در این فرایند به کمک دولت ایران بیاد که بخواد هم تورم رو مهار بکنه و هم مسئله رکود خارج بشه؟ ببینین، من تردید ندارم که با رفع تحریم ها به تدریج یک تأثیرات مثبتی رو بر اقتصاد ایران میبینیم. به هر حال دارایی های ارزی ایران هست که قراره به کشور برگرده، احتمالاً چون قیمت نفت پایین اومده به شدت، ولی اگر صادرات ایران 500 هزار 600 هزار یا بیشتر افزایش پیدا بکنه، طبعاً درآمدهای ارزی ایران هم بالاتر میره و اگر سرمایه گذاران خارجی به ایران بیان، اون موقع میشه انتظار به اصطلاح تأثیرات مثبتی رو داشت بر اقتصاد ایران. منتها مسئله بزرگ این هست که حتی اگر تحریم ها لغو بشه، تازه ایران اقتصادش و مدیریت اقتصادیش برمیگرده به دوره پیش از تحریم که تازه چیز درخشانی نبود. بنابراین مهمتر از همه این هست که در ایران اصلاحات عمیق ساختاری انجام بگیره، یعنی اقتصاد شدیداً دولتی تبدیل به یک اقتصاد عادی بشه، اقتصاد بازار بشه و اقتصاد به شدت نفتی از لحاظ تنوع به جایی برسه که بتونه کالاهای دیگری غیر از نفت صادر بکنه و راه پیدا کنه به بازارهای جهانی و در مجموع ایران یک وضعیت عادی در روابط بین‌المللی اقتصادی و بازرگانی جهانی پیدا بکنه. بنابراین اینها نیاز داره به انجام اصلاحات بسیار بسیار شجاعانه در همه زمینه‌ها که متاسفانه ما
شاهدش نیستیم و میبینیم که در این زمینه ها از سوی آقای روحانی، دولت آقای روحانی تا به حال گامی به جلو برداشته نشده. آقای کوروشی، فکر میکنید از دلایلی که برشمردین در مورد اینکه اصلاحات ساختاری نیاز داره اقتصاد ایران، آقای دولت آقای روحانی در کدوم بخش میتونه موفق باشه برای مبارزه و اصلاح این راه؟ دولت آقای روحانی در حقیقت با بستن، با امضای توافق هسته‌ای، یک گام بسیار مهمی رو برای عادی کردن شرایط در ایران به طور کلی و شرایط اقتصادی برداشته. منتها اگر ما به این اختلاف نظرها و درگیری‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که کار کمی هم نبوده که آقای روحانی موفق شده که این گامو برداره. و من فکر می‌کنم در زمینه اقتصادی هم آقای روحانی احتمالاً می‌تونه در زمینه‌های کارهایی انجام بده و اقتصاد رو تا حدی به جلو ببره. از جمله این که در حقیقت بحثی که الان در جریان هست و هر روز انجام میشه و از جمله آقای روحانی روز دوشنبه در مازندران مطرح کردن، مسئله سرمایه‌گذاری‌های خارجی هست. اینجا هست که اشاره میکنم باز به این اختلاف‌هایی که هست. آقای روحانی خیلی مشخصاً از سرمایه‌گذاری‌های خارجی صحبت میکنه و بازگشایی بازار ایران بر روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شرکت‌های خارجی، در حالی که ما در مقابل می‌بینیم که مسئله نفوذ دشمن و نفوذ در واقع آمریکا در جامعه ایران با حضور در بازار ازش صحبت میشه، مسئله اقتصاد مقاومتی صحبت میشه. در نتیجه این در واقع این درگیری‌ها هست و آقای روحانی یک شرایط اضافی هم بر اقتصاد ایران تحمیل شده در دوره آقای روحانی، همطور که آقای خاوندم گفتن، مسئله نفت. باهای چون درآمدهای ایران عمدتا از محل نفت و آقای روحانی با یک درآمد نفتی حتی دو سوم کمتر از دوران آقای احمدی نژاد مجبوره که کشور رو اداره کنه. اگه حدود یک ماه پیش بود که آقای طیب نیا مطرح کرد که ما پرداخت یارانه ها یک مصیبته برای ما، شبی که قرار یارانه رو بپردازیم مصیبتی است برای که پول باید از اینجا و اونجا جمع کنیم. یعنی اینکه دست دولت در واقع در زمینه نقدینگی الان بسیار تنگ هست و دولت پول نداره از یه طرف. از یه طرف دیگه هم اون ریخت و پاش هایی که در دوره احمدی نژاد میشد به دلیل اینکه پول های نفتی بسیار کلان بود در جامعه طبیعی که الان وجود نداره. یعنی اگر حساب کنیم که حتی بخش عمده ای از اون درآمدها حیف و میل میشد، باز هم اینا یک تأثیری در جامعه و در درون اخشار دیگه میذاشتن، به دلیل اینکه اونهایی که صاحب این پول ها میشدن این پول رو هزینه میکردن، خرج میکردن. اما الان اون هم نیست، به همین دلیل هم رکود هست چون تقاضا بسیار کم شده. بله، آقای دکتر منصور از استودیو لندن با ما هستن. عذرخواهی میکنم آقای دکتر بابت نقص فنی که پیش آمده بود و دیر به ما ملحق شدیم و خوش آمد میگم به شما. آقای دکتر منصور، اجازه بدین بحث رو با شما از اینجا آغاز بکنیم که آیا فکر میکنید که اقتصاد ایران توان درک شرایط بعد از لغو تحریم ها رو داشته باشه و بهش واکنش مثبت نشون بده؟ جناب سفیری، با عرض سلام و عرض تعذر از اینکه از برخی از بیانات دوستان عزیز به علت اختلال در ارتباط محروم شدم. عرض کنم دوستان مطالبی، برخی مطالب شنیدم، برخی نکات بسیار مهم عنوان کردن. عرض بکنم اقتصاد ایران دارای ساختار، عرض کنم، عمدتاً دولتی و مستظهر به، عرض کنم، بنگاه‌های نظامی است. در نتیجه مسئله تحریم که امروز مطرح است، این چند سال گذشته درصد نمی‌شود گذاشت، ولی باید گفت که تأثیر تحریم در خرابی اوضاع اقتصادی ایران بیش از 25-30% نیست. بقیه همون بیماری‌های ساختاری اقتصادی ایرانه که طی این 30 و چند سال گذشته به تدریج رشد پیدا کرده و به اینجا رسیده. عرض کنم اقتصاد دولتی، اونی که در واقع دست و بال
رشد و توسعه می‌بنده اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی که خودش رو درگیر مقررات فزونت‌حد می‌کنه، مقررات عرض کنم متعارض متضاد، مثلا برای عوارض برای مالیات‌ها تا کنون نتونستن اینا رو تجمیع بکنن در یک کاسه بگذارن، در نتیجه فضای کسب و کار رو فلج میکنه. اینا مسائلی است که با عرض کنم رفع تحریم که در نفس خود اقدام بسیار بزرگی است برطرف نخواهد شد. از سوی دیگر ملاحظه بفرمایید سیاست پولی حدودی داره، در چارچوب مسائل معینی میتونه موفق باشه. سیاست پولی میتواند به نبرد عرض کنم تورم بره. سیاست پولی میتواند با افزایش نقدینگی رونق رو به اقتصاد بیاره، ولی دوتا رو یک جا نمیتونه انجام بده، برای این دوتا اقدام متعارض با همند. در کنار اینها اقداماتی که به مهندسی ساختار به جراحی ساختار مربوطه باید انجام بگیره. در این زمینه ما تا کنون از دولت حتی شاهد ابراز اندیشه و ابراز برنامه نشدیم، یعنی نمیدونیم که دولت در این زمینه چه اندازه اشراف داره و چه اندازه نسبت به این انجام این نوع اصلاحات امکان داره، قدرت داره. در نتیجه فعلا اگر برخی از موانع به بارف شدن تحریم ها برداشته بشود، خب طبیعی است که دست دولت اندکی از ذره نقدینگی باز خواهد شد. ولی مسئله مهمی که آقای روحانی هم بهش اشاره کرده، عرض کنم جذب سرمایه های داخلی و خارجی، بسیج کردن سرمایه ها در جهت تولید، برای این کار نیز اصلاحات بسیار جدی لازمه و بدون آن نباید انتظار داشت که سرمایه داران بیان سرمایه خودشون رو در نفس گرم اجدها بندازند. در نتیجه مسائل مربوط به امنیت سرمایه، مسائل مربوط به رقابت بودن و عادلانه بودن بازار، عرض کنم مسئله مربوط به عوارض و اجازه کارهای بسیار متعدد، در نتیجه تا اینها عمل نشده سرمایه خارجی به کار وارد کار نخواهد شد. و این همه صحبت کردن گفتگوها در واقع برای مطالعه است، منتها تا از مطالعه تا اینا بیان سرمایه خودشون رو وارد ایران بکنن به کار بندازن، به نظر من راه طولانی است و این رو باید بعد از انجام این اصلاحات و حداقل به موازات انجام این اصلاحات شاهدش باشیم. ممنونم. آیه دکتر خاوند، شما اشاره کردین به این که در واقع بحث سرمایه گذاری خارجی، آیه کروشی اشاره کردن به الگوی توسعه و همچنین آیه دکتر منصور اشاره کردن، ظاهرا مشکل اصلی بر این هستش که الگویی وجود نداره و دوم این که بخش خصوصی رغبتی برای رقابت با بخش شبه خصوصی دولتی مثل سپاه نداره. ببینین، اصولا در ایران از سالهای بعد از جنگ با عراق صحبت از خصوصی سازی شده و در حال حاضر بر اساس گفته هایی که از سوی مسئولان درجه یک جمهوری اسلامی از جمله متولیان خصوصی سازی ابراز میشه، این هست که فقط و فقط چیزی حدود 3-5% خصوصی سازی ها واقعی بوده و بقیه در واقع از دست دولت رفته به دست دولت یا از دست دولت رفته به دست شبه دولت، یعنی نهادهای گوناگون. بنابراین خصوصی سازی در ایران انجام نگرفته. وقتی به خصوص ما این رو مقایسه بکنیم با موج عظیم خصوصی سازی طی 20-30 سال گذشته در جهان که جغرافیای صنعتی و اقتصادی دنیا رو دگرگون کرد و از این نظر ایران در واقع قفل شده این مسئله، در هیچ زمینه‌ای تصمیم واقعا به اجرا گذاشته نمیشه. مثلا دیشب آقای روحانی از ارائه بسته تازه‌ای صحبت کرد در مورد اینکه بخوان به صورت عاجل با مشکلات مربوط به رکود مقابله بکنند. حدود یک سال پیش در فکر می‌کنم تیر ماه یا مرداد ماه بود بسته‌ای ارائه شد، در مورد اون سمینارها تشکیل برگزار شد، بحث‌ها انجام گرفت و مدت زیادی در این زمینه تبلیغ شد، ولی بعداً از اون بسته‌ای که این همه روش زحمت کشیده شده بود هیچ نشان و آثاری بر جایی نموند، به مجلس رفت، اونجا بلوکه شد و کاملاً
به فراموشی سپرده شد. این همه برنامه در ایران تهیه شده، این همه بسته در ایران فراهم آمده و هیچ کدوم به اجرا گذاشته نشده. من فکر میکنم که مسئولان اقتصادی ایران در حال حاضر باید روی این مسئله خیلی فکر کنند که چرا مثلا برنامه های 5 ساله در ایران اجرا نشد، چرا همین بسته هایی که فراهم میشه اجرا نمیشه، مشکل از کجاست، چرا ایران و اقتصادش گرفتار این دور باطل هستند. و تا این مسئله براش جواب پیدا نشه باقی مسائل هم حل نمیشه، از جمله در همین زمینه سرمایه گذاری های خارجی. ببینین من یک نمونه فقط بهتون حضورتون عرض میکنم، سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز که مهمترین بخش اقتصادی ایران هست. همه میدونن که با قراردادهایی که از بعد از انقلاب دولت ایران ارائه داده به شرکت های بزرگ نفتی، این شرکت ها رغبتی برای آمدن به ایران ندارن. اسمش هست قراردادهای معروف به بیع متقابل. این همه مدت الان دارن بررسی میکنن که این قراردادها رو عوض بکنن، چون که شرکت ها حاضرند عراق برن، شرکت ها حاضرند عربستان سعودی برن و جاهای دیگه برن، ولی حتی اگر تحریم هم نباشه با این قراردادها این شرکت ها رو نمیشه جذب کرد. این همه سمینار برگزار میکنن، قرار بوده که بارها مسئله ارائه قراردادهای جدید نفتی به تعویق افتاده و در این زمینه تصمیم گیری انجام نمیگیره. و تا وقتی که این همه دو دستگی، این همه آشفتگی در زمینه سیاست های اقتصادی و گزینش های اقتصادی باشه، نه سرمایه گذاران داخلی تکلیف خودشون رو میدونن، نه سرمایه گذاران خارجی. و من فکر میکنم که مهمترین مسئله ایران در درجه اول این هست که تکلیفش رو هم با خودش و هم با دنیا روشن بکنه. آقای کوروشی، فکر میکنید که دولت آقای روحانی میدونه که مشکلات اقتصادی چیه و چگونه باید حلش بشه، حل کنه حداقل در 2 سال باقی مونده بعد از لغو تحریم ها؟ به نظر من دولت آقای روحانی و با تیم اقتصادی که همراه خودش داره یکی از بهترین تیم‌های اقتصادی چند دهه گذشته رو همراه داره. منتها همین تیم، اما شما به اختلاف نظر، آقای کوروش به اختلاف نظر، آیا اون نامه رو ناشی از اختلاف نظر در این تیم تلقی نمی‌کنی؟ نه، به نظر من اون نامه بازتاب در واقع اختلاف دولت با نهادهای غیر دولتی هست که در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی ایستادن و سنگ میندازن. داشتم اینو عرض میکردم که در واقع این تیم یکی از مبرزترین تیم هایی است که تا حالا دولت جمهوری اسلامی در این چند دهه داشته. ولی به رغم همه اینها مسئله مدیریت که آقای خاوند هم بهش اشاره کردن بسیار مهمه در ایران. ظاهرا مدیریت اقتصادی مشکلاتی داره و گذشته از اون همونطور که همکاران و دوستان عزیزم اشاره کردن، مسئله سرمایه گذاری خارجی یک پیش شرط هایی داره، یعنی یک بسترهایی بایستی ساخته بشه تا این سرمایه گذاری به ایران وارد بشه و این در حقیقت در بود سیاسی هیچ آمادگی برای این بسترسازی وجود نداره و به همین دلیل هم هست که با تمام توانی که با تمام تلاشی که دولت آقای روحانی میکنه ممکنه در نهایت به سرمایه گذاری های بسیار ناچیز منجر بشه و چیزی از این در واقع قضیه نصیب اقتصاد ایران نشه. منتها خب این الگوها، این بحثایی که پشت پرده در جریان هست، اینها مانع اصلی هستن از نظر من و اجازه نمیدن که در حقیقت دولت اون چیزی رو که مایل هست پیاده کنه. آیا دکتر منصور، به موارد متعددی اشاره میشه در مورد در واقع ناکارآمد شدن به ویژه در سالهای اخیر ساختارهای اقتصادی ایران، از جمله بانک ها، از بحران بانکی نام برده میشه. آیا شما با این نظر موافقین که بانک های ایران واقعا در شرایطی به سر نمیبرن که بتونن کمک بکنن به دولت برای شرایط پس از تحریم؟ جناب سفیر عزیز، اتفاقا این یکی از مسائل بسیار حساس اقتصاد ایرانه. یعنی ببینید بانک ها نقش نظام گردش خون در بدن رو در اقتصاد ایفا میکنند.
و اگر در اونجا سیالان کافی نباشه، گردش کالاها، گردش خدمات، یعنی گردش تولید ملی امکان پذیر نیست. مسئله بانک ها در ایران یکی از مسائل بسیار بسیار عرض کنم گرفتار و بغرنج. در ایران در واقع دو تا نظام پولی وجود داره، یک بخش بانکی است، یک بخش بنگاه‌های اعتباری غیر بانکی است، تعدادشون زیاد و تسلطی که روی نقدینگی دارند بسیار بسیار قابل توجهه. در نتیجه این بنگاه‌های غیر بانکی، بنگاه‌های اعتباری غیر بانکی که عملاً در ایجاد نقدینگی مؤثرند، در ایجاد تورم مؤثرند، در تثبیت سطح قیمت‌ها در نتیجه مؤثر هستند، اینا مشمول مقررات بانک مرکزی نیستند. اینو داشته باشیم. دولت در این زمینه سعی کرده اینها رو نظاممند بکنه، بارها صحبت کرده، ولی این کار به عرض کنم شدت دوچار رکود و دوچار بیعملی است در این زمینه. خود بانک ها سرمایه هاشون در واقع منجمد شده به این ترتیبی که در نظام ایران که دارای یک نقدینگی خارج از تناسب هست، یعنی شما در برابر یک کاتریلیون تومان تولید ملی متجاوز از 800 تریلیون تومان نقدینگی دارید و در اینجا حداقل یک چهارم این نقدینگی زیادی است و زیان‌آور است و تهدید کننده سطح قیمت‌ها در اقتصاده. اون چه که این نقدینگی می‌کند این است که کمین می‌کنه در انتظار بازارهای سودآور و کوتاه مدت، هر از گاهی به بازار مسکن، به بازار ارز، به بازار طلا حمله می‌کند. در نتیجه این وضعیت نقدینگی است. ولی در کنار این فزونی نقدینگی، ما با کمبود نقدینگی و ناله مدام شرکت‌ها و بنگاه‌ها روبرو هستیم که میگویند دست به نقدینگی و اعتبارات لازم ندارن. این هم درسته. و این تعارض چگونه توضیح باید داده بشه که از یک سو اقتصاد ایران دچار فزونی نقدینگی است، از سوی دیگر دچار شرکت‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند. مسئله این است که با این ابداعات کاملا غیر معقول نظام از کلام جمهوری اسلامی در ایجاد به اصطلاح بانکداری اسلامی و بعد دولتی کردن بانک‌ها و بعد تکلیفی کردن وام‌ها، در واقع راه رو گشوده است که خودی‌ها متوسل بشوند به بانک‌ها و با این نرخ‌های دولت تعیین کرده وام های بسیار کلان بگیرند. به امروز میدونید که رقم این معوقات در حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشه و از سوی دیگر دولت خودش هم در حدود 100 هزار میلیارد تومان به این نظام بانکی بدهکاره. از سوی دیگر دولت به بخش خصوصی و به صندوق‌های عرض کنم بازنشستگی در حدود 150 هزار میلیارد تومان بدهکاره. عرض کنم تا بدهی دولت به این دم و دستگاه‌ها از یک سو به بانک‌ها، از سوی دیگر به بخش خصوصی تادیه نشود، بخش خصوصی هم نخواهد توانست بدهی خودش رو به بانک ها تادیه بکنه. در نتیجه بانک ها به رقم قابل توجهی از پولاشون در اونجا منجمد هست و امکان وام دادن ندارن. در این شرایط هست که دولت هنوز در مورد نرخ گذاری وام ها، یعنی تعیین سود بانکی، نقش اول رو اجرا میکند و اکنون در واقع در بسته ای که آقای رئیس جمهور در نظر دارن ارائه بکنن، قدر مسلم یکی از این عوامل تعیین سطح پایین تر این سود بانکی است. ملزم فرمایید مثلا سود بانکی صحبت 12% میشود، در حالی که تورم در ایران در حدود 20 تا 22% در نتیجه این درآوردن پول از جیب پسنداز کننده، از جیب بازنشستگان و دیگران هست و ریختن اون در جیب کسانی که می توانند از این بانک ها اعتبار بگیرند. به این ترتیب مشکل نظام پولی ایران، یعنی بانک ها، یه مشکل اساسی است و باید در رده اول قرار بگیره. یه نکته را عرض کنم برای اینکه سخن به درازا نکشد، و اون این که بدهیایی که دولت به صورت اوراق مشارکت اینها عرض کنم دریافت کرده، رقمش هم عرض کردم رقم بسیار بالاییه، اینها متاسفانه نمیتوانند دست به دست بشوند. از سوی دیگر اینها چون دولت تکلیفش روشن نکرده که این اوراق مشارکت رو کی
بیخواد بپردازه بهرشو و اصلشو. در نتیجه اینا به جای آنکه در تمام دنیا اینا پرایم تلقی میشوند، یعنی بدهی دولت، یک بدهی کاملا نقد، و این رو در تمام دنیا فارغ از ریسک محسوب میکنن، ریسک فری عنوان میکنن. در ایران اینا تبدیل شدن به جانک، یعنی به زباله، یعنی هیچ ارزشی ندارن. در نتیجه اینها به صورت دارایی های مسموم در ترازنامه های بانک ها رسوب کردند، و اگر بانک ها بخوان از شر این دارایی های مسموم رها بشوند، در نتیجه باید اعلام ورشکستگی بکنند، برای اینکه قیمت اسمی که در دفتر وارد کردند با قیمت های بازار نمیخونه. برای حل این مسئله دولت ناگزیر است که در توسعه بازار سرمایه یک بازار ثانوی هم برای بدهی های دولت ایجاد بکنه، تشویق بکنه، همون کاری که در تمام دنیای پیشرفته انجام میشه. یعنی شما اگر باند دولت انگلستان یا آمریکا رو داشته باشید، تا روزی که دارید میخواهید دود نگه دارید، نگه میدارید، لحظه ای خواستید بفروشید، در بازار قیمت وجود داره و خریداران ثانوی از شما میخرن. در نتیجه ایجاد، عرض کنم، یک بازار ثانوی برای اوراق بهادار یکی از اقدامات عاجلی است که دولت برای اصلاح نظام پولی و مالی خودشون باید در دستور اجرا قرار بده. سپاسگزارم. آقای دکتر خاوند، شما اشاره کردین به بحث نفت. نفت تنها برگ برنده دولت ایران و منبع درآمدشه، و دومین برگ برندهش این هستش که میخواد از تحریم‌ها در بیاد که نفت بفروشه، مشکلاتش رو حل کنه. حالا اگر خریدار و سرمایه گذار برای نفت پیدا نکنه چه باید بکنه؟ ببینین، خب این بستگی داره البته به بازار جهانی نفت و مقدار تقاضایی که در این بازار هست و اینکه رابطه قدرت بین فروشندگان نفت و متقاضیان نفت در چه وضعیتی باشه. در حال حاضر وضعیتی در دنیا به وجود آمده که تقاضا به اصطلاح کمتر از عرضه هست و عاملش هم زیاده. یکی ورود نفت به اصطلاح غیر متعارف آمریکا هست به بازار و نفت شیل، و اینکه ایالات متحده آمریکا تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا، حتی جلوی روسیه و عربستان سعودی، و احتمال اینکه به زودی صادر کننده نفت هم باشه وجود داره، و اینکه عراق به اصطلاح تولید خودش رو به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا میبره، و همین چشمنداز که ایران هم به زودی بتواند 500 600 هزار یا حتی بیشتر، حدود 1,000,000 در به اصطلاح با یک سناریوی خیلی امیدوار کننده نفت، صادرات نفتیش رو افزایش بده، این هم تا اندازه زیادی به ضعف بازار و پایین اومدن قیمت بازار کمک کرده. در مجموع اگر وضعیت در این سطح باقی بمونه، خب قیمت نفت پایینه، ولی ایران از طریق افزایش صادراتش میتونه بخشی از این پایین بودن قیمت‌های نفت رو جبران بکنه، و اگر بازار به حالت عادی برگرده یا حداقل قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، این هم یک راه گریزی است برای دولت آقای روحانی. مقداری هم که البته میدونیم روی درآمدهای دارایی های ارزیش که در خارج بلوکه شده حساب میکنه، که قبلا البته میگفتن 100 150 میلیارد دلار، در حال حاضر مقامات جمهوری اسلامی میگویند که چیزی در حدود 30 میلیارد دلار و بقیهش متعلق به بانک مرکزی، و دولت نمیتونه در مقابل اون پولی وارد شریان های اقتصادی ایران بکنه، چون قبلا پول اون دارایی ها وارد شریان های اقتصادی ایران شده و در نتیجه روی 30 میلیارد دلار در حال حاضر حساب میکنن. همه اینها میتونن تا اندازه‌ای خب یک کم وضعیت رو بهبود ببخشند، ولی این امید بزرگ ایرانی ها که بتوانند روزگاری از شر وابستگی تنگاتنگ به نفت و صادرات نفتی بیرون بیان، متاسفانه این امید هنوز برآورده نشده، و ایران کماکان یک کشور صادر کننده نفت هست، و به همین علت هم هست که درآمدهاش بالا و پایین میره. دیشب آقای روحانی میگفت که در سال 1390 درآمدهای ارزی ایران از محل نفت چیزی بوده بالای
به اصطلاح 110 میلیارد دلار و در حال در سال 1394 چیزی حدود 25 میلیارد دلار. خب وقتی چنین نوسان‌هایی در درآمدهای ارزی یک کشور اتفاق بیفته، تمام کار مملکت میخوابه و این وضعیتی است که هیچ فکری هم براش نمیشه و در واقع هر نقشه یا هر برنامه‌ای هم که میخوان پیاده کنن با هزار یک مشکل روبرو میشه و در این زمینه هنوز از طرف دولت آقای روحانی گام مثبتی به جلو برداشته نشده و این خطر وجود داره که متاسفانه اقتصاد ایران تا سالهای سال گرفتار این نوسانات شدید قیمت نفت باقی بمونه. آقای کوروشی، شما اشاره کردیم به اینکه تیم آقای روحانی به لحاظ اقتصادی یکی از قوی ترین تیم های پس از انقلاب، فکر میکنید که این تیم قوی پس از انقلاب با توجه به اینکه نهادی به نام سازمان برنامه بودجه را احیا کردن، نهادی که در واقع آقای احمدی نژاد با منحل کردن اون ضربه به اعتقاد کارشناسان ضربه بسیار اساسی به اقتصاد ایران زد، فکر میکنید که واقعا برآوردی که از وضعیت اقتصادی ایران دارن برآورد منطبق بر واقعیت هاست و یا اینکه راه حل هایی که ارائه میدن راه حل های آرمانگرایانه است؟ من فکر میکنم که در واقع اونها به خوبی آگاهند که موقعیت اقتصادی ایران چگونه است و چه ضعف هایی داره، چه نقطه های مثبتی داره. منتها خب بحث بر سر این است که آیا آنها می توانند آن کاری را که به نظرشون برای برون رفت از این بحران وجود داره انجام بدن یا نه. مثلا در زمینه سرمایه گذاری خارجی، چون ایران احتیاج به سرمایه گذاری در تمام زمینه ها داره، تنها در بخش نفت و گاز گفته میشه که حدود 120 میلیارد دلار احتیاج به سرمایه گذاری داره. اگر بتونه دولت آقای روحانی بستری فراهم کنه برای سرمایه گذاری خارجی در ایران و در واقع شرایطی فراهم کنه که امنیت سرمایه و امنیت سودهایی که از سرمایه گذاری به دست میاد تأمین بشه، اگر بتونه که در بخشی از ایرانیان خارج از کشور رو که دارای هم در واقع از نظر فناوری بسیار ماهر و کاردان هستن، هم از نظر سرمایه میتونن به نیازهای سرمایه گذاری در ایران پاسخ بدن، اگر بتونن بخشی از اینها رو هم حداقل جذب کنن، میتونه در واقع یک نمیشه گفت که اون ایدئال رو بهش دست پیدا میکنن، ولی میتونه یک بخشی از مشکلات رو برطرف کنه. آقای جناب آقای منصور، شما فرمودین به مشکلات نظام بانکی و در کنارش اشاره کردین به بازار جانبی که برای سرمایه به وجود میاد. بازار سرمایه رو در ایران چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید که بورس ایران این توان رو داره در شرایط پس از تحریم به کمک دولت بیاد؟ ملاحظه بفرمایید، مجموعه این دوتا رو میگیم نظام پولی و مالی. نظام بانک مرکزی و بانک‌های تجاری رو در بر می‌گیره. نظام مالی یعنی بورس، یعنی بازار سرمایه، در واقع تامین کننده سرمایه برای سرمایه گذاران، برای گردش سرمایه این نظامه. در ایران این مسئله بورس مثل تمامی نهادهای دیگر عرض کنم عمدتاً دولتی است، عمدتاً مال نهادهاست. در نتیجه در اونجا حدود 70-80% سرمایه متعلق به این نهادهاست و از این نظر این اطلاعاتی که به نام insiders information، اطلاعات درونی ها، اینها به همدیگه درز میکنه. در نتیجه این امنیتی که در بازارهای جهان در بازار سرمایه وجود داره در این بازار وجود نداره و چون اینها پشتشون به همین درآمدهای نفتی است، ملزم می‌فرمایید طی 2 سال گذشته مقدار قابل توجهی از سرمایه بورس‌ها در واقع بخار شده و رفته بالا، حدود 180 هزار میلیارد تومان از ارزش بورس افتاده. برای اینکه این به جریان بیفته، یک بورس سالم
ناظر به تمامی بخش ها، عمدتاً بخش خصوصی در اونجا باید باشه و اصولاً دولت در اونجا نباید دخالت بکنه. این در تمامی نظام های بورس ها در دنیا با یک نظام بسیار پیشرفته و بغرنج به صورت خصوصی به صورت بنگاه اداره میشن. در نتیجه وقتی این چنینه، یک نظام بیطرف برای تعیین قیمت ها و برای ارزیابی قیمت تمام فعالیت های اقتصادی، شما ملاحظه بفرمایید وقتی که مسئله خصوصی سازی مطرح می شود، این کار بسیار بغرنج رو با ارزش گذاری روی درآمدهای آتی یک شرکت و درآمدهای آتی امروزین شده، این در بورس انجام می گیره. بورس با شیوه های بسیار جا افتاده، با تکیه بر نرخ بهره تعیین شده در بازار، ارزش این فعالیت ها رو، ارزش کارخانه ها رو تعیین میکنه، در نتیجه به صورت اقتصادی عمل میکنه. ما در این زمینه راه بسیار طولانی برای رفتن داریم و معایب بورس ایران در واقع آنچنان است که اون رو حتی شایسته نام بورس نمیکنه. من بارها به این مسئله با نگرانی اشاره کردم که در ایران در واقع بورس وجود نداره. بورس یکی از جاهایی است که در جولانگه سرمایه های دولتی و وابستگان و نهاد است. ممنونم. اما سوال پایانی از هر سه میهمان برنامه افق، اگر که یک پیشنهاد بخوایم با دولت آقای روحانی بدیم برای برون رفت از این بحران بعد از لغو تحریم ها، چه پیشنهاد دارین؟ جناب آقای خاوند بفرمایید. پیشنهاد من این هست که برخلاف تصور بخشی از محافل کارشناسی و همینطور متاسفانه بخشی از محافل کسب و کار ایران، مبارزه با تورم رو آقای روحانی رها نکنند و در این مبارزه انعطاف نشون ندن، چون که نرخ تورم ایران درسته که از 40% رسیده به صورت رسمی به 15%، من به نرخ رسمی اشاره میکنم، به 15%، ولی 15% نرخ تورم بسیار بسیار بالایی هست در شرایطی که از حدود 188 کشور عضو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حدود نصفی از اونها تورم هاشون زیر 2-3% قرار داره و نرخ تورم در جهان در سطح بسیار بسیار پایینی هست میانگینش، و ایران یکی از کشورهای دارای تورم بالاست. کسانی که به دولت پیشنهاد میکنند برای ایجاد فعالیت اقتصادی و مبارزه با رکود دست از مبارزه با تورم برداره، اینها کشور رو به راه نادرستی میبرند. مبارزه با رکود و مبارزه با تورم همزمان باید انجام بگیره و بنابراین هیچ انعطافی در مبارزه با تورم و هدف دستیابی به تورم تک رقمی نباید پیدا بشه، هرچند که میدونیم که در شرایط فعلی ایران دستیابی به این هدف کار ساده ای نیست. آقای کوروشی بفرمایید. به باور من برای برون رفت از این موقعیت رکودی که اقتصاد ایران باش روبروست، دولت باید تمام تلاشش رو بگذاره بر سر این که شرایطی فراهم کنه برای سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری های داخل و همچنین خارج. و من مطمئنم که با توجه به تلاشی که آقای روحانی و تیم دولت ایشون برای دستیابی به توافق هسته‌ای انجام داد، این توان رو خواهد داشت که در این زمینه هم به موفقیت هایی دست پیدا کنه، چون کلید در حقیقت رونق اقتصادی در ایران مسئله سرمایه گذاری و تولید و رونق بخشیدن به تولید هست و طبیعی که در کنار اون مسئله فساد اقتصادی هم مطرح خواهد بود که دولت در این مورد هم بایستی برنامه هایی مشخص داشته باشه که بتونه با ایجاد فضای رقابتی و قطع امتیازهای ویژه به سرمایه‌داران چه داخلی چه خارجی اطمینان رو بده که ایران اقتصادی هست که میشه درش سرمایه گذاری کرد. واقعا به نظر شما آقای کوروشی، دولت ایران این توان رو داره که این اعتماد رو به سرمایه گذاران خارجی بده که ایران جای مناسبی برای سرمایه گذاریه؟ من فکر میکنم راه آسانی نخواهد بود، ولی همطور که عرض کردم با توجه به موفقیتی که در زمینه توافق هسته‌ای به دست دولت رسید، دولت میتونه در واقع در این زمینه هم به موفقیت‌های دست پیدا کنه. آقای دکتر منصور بفرمایید.
عرض کردم دوستان ارجمندم به دو تا نکته اساسی مسئله انگوش گذاشتن. مسئله تورم، ملاحظه بفرمایید امروز به احتمال قوی در این بسته سیاستی که آقای روحانی وعده می کنند مسئله برگشتن به تورم وجود داره، یعنی از سوی محافلی که پشتشون به بازرگانی گرمه و می خواهند که از کنم نقدینگی، جریان نقدینگی رو در دست کسب و کار زیاد بکنند، اینها می خواهن فشار بیارند که دولت نقدینگی رو اضافه بکنه و در نتیجه نرخ بهره رو پایین بیاره، در نتیجه با اون هدفی که قبلا بهش تا حدودی رسیده مبارزه با تورم اون رو کنار بگذاره. همونطور که دکتر خواوند عزیز اشاره کردن این موضوع بسیار خطرناکه. در نتیجه مقابله با تورم باید با تمام اراده ادامه پیدا بکنه. مسئله دوم مسئله مقابله و رکوده. عرض کردم که در سیاست از با توجه به با تکیه بر سیاست پولی شما نمیتونید هم با تورم مبارزه کنید هم با رکود، بلکه راه سومی که از رهگذر سیاست پولی نمیگذره بلکه از رهگذر جراحی ساختارها میگذره. برای مبارزه با رکود باید بهره‌وری اضافه بشه. برای بهره‌وری یعنی قابلیت تولید باید سرمایه گذاری و ورود فنون و تکنولوژی و سازماندهی نوین وارد بشود. آقای دکتر منصور اشاره کردیم به جراحی ساختارها، مثل چی؟ ببینید از بین بردن این همه انحصار، شرکت‌های بسیار بزرگ که تعدادشون از هزارها بالاست در ایران، اینا در اختیار انحصاراتی هستن که در واقع خودشون گز می‌کنن، خودشون می‌برن، خودشون می‌دوزند. اینها باید در اختیار بازار باشه و در اختیار یه بخش خصوصی بسیار چالاک و رقابتی باشه. دولت باید اقلن تا کنون در این دو سال و اندی برنامه اعلام کرده باشد. درست از مشاورینش رو صحبت میکنند، به صورت تلویحی شما متوجه هستید که اینا ظاهرن میفهمن موضوع چیست، ولی به صورت صریح روی کاغذ هم نیمده که ببینیم دولت برای خصوصی سازی ارز کنم این بخش های انحصاری و نظامی و برای رفع مثلا اسکله های غیر قانونی برنامه ای داره. تا کنون در این زمینه ظاهرا زور خودشو میسنجه، احساس میکنه که زورش نخواهد رسید، در نتیجه در این زمینه صحبت نمی کند. پس مسئله مبارزه با تورم باید ادامه پیدا بکنه. مسئله مبارزه با رکود با توجه به افزایش بهره‌وری، ورود سرمایه، ورود فنون و فنون سازماندهی در تولید، حمایت از ارکانم کارکنان و کارگران که امروز مرتب خبری که هر روز داریم این است که حقوق کارمندان کارگران پرداخته نمی شود، این مسائل باید برطرف بشه و این نیروهای زحمتکش جامعه عرض کنم با میل و اراده در صدد تولید و افزایش بهره‌وری باشن. عرض کنم در موضوع سیاست اینکه دولت در این زمینه توفیق پیدا کرده، به این نکته توجه بکنیم که دولت در این زمینه توفیق پیدا کرده برای اینکه رهبری نظام رو هم با خود داشته، ولی از وقتی که همین توافق نیم بند تا کنون به عمل اومده عملا دولت ابتکار سیاست خارجی در دست نداره و نمیتونه بگیره. یعنی شما نمیتونید از یک سو سرمایه گذاری خارجی رو طلب بکنید، از سوی دیگر هر روز اعلان جنگ بکنید با تمام کشورهای جهان. در نتیجه ما با یک امنیت سیاست خارجی که کشور ایران را امن بکنه، اراده ملت ایران رو برای همزیستی مسالمت آمیز با تمام جهان و به ویژه همسایه ها اعلام بکنه و در عمل نشون بده. بدون این مسئله سرمایه گذاری قطعا در ایران پا نخواهد گرفت. همینطور در مورد بسیاری از موارد، مثلا ما دکتر خوان اشاره کردن که ما در اون مملکت چشمنداز 20 ساله داشتیم، برنامه‌های 5 ساله داشتیم، اینا در کنار اینها امروز به کرات به صورت ترجیبند از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم که تعارضات توشه. ملاحظه بفرمایید در اقتصاد مقاومتی که قرار است که ما برونزا باشیم و عرض کنم درونزا باشیم و برونگرا، عملا برونگرایی ما منتفی است و برای درونزا بودن هم که نیاز به نیروی کار داریم، شایسته سالاری داریم و سرمایه گذاری داریم، تمام راه ها بسته است. این مشکلات رو دولت باید، مشکلات استراتژیک دولت باید بتونه حل کنه قبل از آنی که بتواند در این مسائل موفق بشه.
ممنونم آقای دکتر. اما پرسشی که در فیسبوک افق پرسیدیم از هر سه میهمان برنامه، آیا دولت آقای روحانی حتی اگر مجلسی همسو داشته باشه میتونه به در واقع سلطه و توان شرکت‌های مالی نظامی برای رشد اقتصادی پایان بده یا خیر؟ آقای دکتر خاوند بفرمایید. ببینین مشکل بزرگ، آقای دکتر منصور هم اشاره کردن، در تمام زمینه‌ها، در زمینه سیاست خارجی و همینطور در زمینه سیاست داخلی، مشکل چند صدایی هست. و باز هم اشاره میکنم تا وقتی که این چند صدایی وجود داشته باشه، سیاست کشور در عرصه اقتصادی روشن نباشه، اعتماد، فضای اعتماد، کلمه اعتماد یک کلمه جادویی هست در اقتصاد، و تا وقتی که فضای اعتماد در یک جامعه وجود نداشته باشه، از سرمایه گذاری به مفهوم واقعی کلمه. ممنونم آقای دکتر خاوند. ممنونم آقای کوروشی بفرمایید. آقای دولت آقای روحانی میتواند یا خیر؟ در حال اگر در مجلس بتونند اکثریت رو به دست بیارن، وضعشون بهتر میشه برای اینکه برنامه‌هاشون پیاده کنن، ولی حتما این تضمین نمی‌کنه که بتونن برنامه‌های اقتصادیشون هم کاملا جلو ببرن. در حقیقت بحث برنامه‌ها و سیاست‌های کلان در جای دیگه تصمیم گیری میشه، منتها هنر این دولت میتونه این باشه که اون آقای کوروشی ممنونم آقای دکتر منصور بفرمایید. عرض بکنم که ببینید مسئله موجود مسئله صرفاً دولت نیست، بلکه بقای خود نظام به اون وابسته است. در نتیجه در این شرایط بحرانی من فکر میکنم که مجموعه نظام حتی به خاطر ماندگاری خود سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه افق، آقای دکتر خاوند، آقای دکتر حسن منصور و همکارم آقای کوروشی که از رادیو فردا ملحق شدن. اما